جنرال حسین سلامی معاون رئیس سپاه پاسداران بازار شدن در تلویزیون دولتی در مورد اجازه مفتشین خارجی در تفتیش از مراکز نظامی کشورش چنین گفت اجازه دادن به این که یک نیروی بیگانه یک بازرس بتواند به پادگان نظامی سری بزند دقیقا معادل اجازه دادن به اشکال سرزمین است ایران و شش قدرت جهان ایالات متحده ای آمریکا، امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با چارچوب یک توافق برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای تهران در بدل برداشتن تحریم ها رسیدند و امیدواری برای یک معامله نهایی به تاریخ سیوم ماه جون می رود. فهرست نکات گنجانیده شده در این چهارچوب که توسط وزارت امور خارجه صادر شد، حاکی است که ایران باید به مفتشین ملل متحد اجازه دسترسی به هر ساحه مشکوک را بدهد. در این حال، صدر اسرائیل می گوید که با دقت بر تجهیز ایران با میزایل های S-300 از سوی روسیه نظارت می کنند. اسرائیل با دقت بر تجهیز ایران با میزایل های اس 300 از سوی روسیه نظارت می کند به ویژه در زمانی که ایران سطح تخفیف را در منطقه در نزدیک سرحدات کشور اسرائیل افزایش بخشیده است اسرائیل همچنان این موضوع را درک کرده است که در برابر این تخفیف در موافقه میان قدرت های جهان و ایران موضوع گنجاندن نشده و اشاره به توقف این تخفیف چه در این موافقت نامه و چه من حیث شرط برای حذف تحریمات تاکید نشده است رئیس جمهور اوباما تایی یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که آیا او تحریم ها را به عنوان بخشی از معامله نهایی و به هدف حفظ ایران از ساختار سلاح زروی خواهد برداشت یا خیر گفت او خواست قبل از مذاکرات به این نکته بپردازد ولی بیان نمود که نگرانی اصلی و اطمینان از آن است که اگر ایران از موافقت نامد تخطی کند این تحریمات باید سریعا بر ایران مجددا اعمال گردد How... چگونه تحریم ها کاهش یابند چگونه ما در صورت تخطی تحریمات را پس اعمال کنیم میکانیزم ها و راه های مختلف برای انجام این کار وجود دارد آیت الله علی خامنای رهبر مذهبی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور در هفته گذشته اصرار داشتند که آنها معامله ای را امضا نخواهند کرد مگر آنکه طبق آن تمام تعذیرات اعمال شده در روز اول آن موافقه رفعع گردد لیلما حبیب عزیمی تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن